بنیاد آسیا در سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری را میان وزارت عدلیه به حمایت بانک جهانی به هدف ارزیابی مساعدت‌های حقوقی به امضا رساند. با امضای این تفاهم‌نامه تا یک سال گذشته خدمات حقوقی رایگان در سطح کشور گسترش یافته است و در این مدت ریاست مساعدت‌های حقوقی 7000 مورد مساعدت حقوقی رایگان را برای متهمان بی‌سرپرست فراهم کرده است. ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه با تشکیل موجوده و امکانات محدود و تشکیل مساعدین حقوقی بانک جهانی طور اوسط در یک سال توانسته است 7000 مورد مساعدت حقوقی رایگان را برای مدعوین و متهمین فراهم نماید. وزیر عدلیه با تاکید بر فراهم سازی مشوره های حقوقی برای شهروندان کشور از اعلام 30 بست کاری در تشکیل ریاست مساعدت های حقوقی این وزارت خبر می دهد. قابل یادآوری است که در این اواخر وزارت عدلیه توانسته است در حدود 30 بست جدید را در تشکیل ریاست مساعدت‌های حقوقی در مرکز و ولایت تسهیل نماید و عملاً ساحه فعالیت مساعدین حقوقی را گسترش دهد. در همین حال نماینده بنیاد آسیا با آن که مساعدت‌های حقوقی را یکی از شاخص‌های مهم تحکیم سیستم قضایی می‌داند، اما می‌گوید که این نهاد در 8 ولایت به بیش از 400 حقوقدان گفتگو کرده است. وی هدف این گفتگوها را چگونگی آگاهی دهی مردم از مساعدت‌های حقوقی عنوان کرده است. که بنیاد آسیا به خاطر دریافت طرز دید و رفتار مردم افغانستان در مورد مساعدت‌های حقوقی از سروی مردم افغانستان که یکی از قدیمی ترین سروی مردم افغانستان در سراسر کشور می باشد و با بیش از 87000 زن و مرد مصاحبه می کنه استفاده نمود. که این ارزیابی بر ما یک رهنمود و یک رهنمود بسیار ارزنده بر ماست که با نظرداشت سفارشاتی از این ما می تانیم که استراتژی و پلان فیز سوم در قسمت مساعدت‌های حقوقی داشته باشیم. در حال وزارت عدلیه بعد دسترسی شهروندان کشور به خدمات حقوقی تاکید می‌کند که در حال حاضر شمار زیادی از شهروندان کشور هنوز هم با چالش‌های فراوان حقوقی روبرو اند.